ولسوالی خوشی لوگر، مکانی که عصر شنبه گواه سرازیر شدن سیلاب‌های سنگین بوده است. باشندگان این ولسوالی میگویند که سرازیر شدن این سیلاب‌ها از منطقه لوتک تا توتک خسارات مالی هنگفته را بر جا گذاشته است. مقام‌های محلی هم میگویند در اثر سرازیر شدن این سیلاب‌ها دست کم 20 تن جان باخته و ده‌ها تن زخمی شدند. به گفته آنان به 3000 خانه مسکونی و ده ها باغ میوه آسیب رسیده و ده ها رسم مواشی هم از بین رفته است. باشندگان این ولسوالی دوردست ولایت لوگر هرچند میگویند از آمدن این سیلاب ها از قبل آگاهی نداشتند، اما از شروع این سیلاب ها از منطقه لوتک مخابره شده تا برای نجاتشان بشتابند. ما تانیستیم که سیل سرازیر شد از طرف چوتک، بر ما تلفن شد که خیلی شدید سیلاب طرف پایین روان است. ما دیگه هر چیز زودتر از خانه خود برآمدیم طرف بالا، طرف بازار رفتیم. سیلابی که دیروز از ساعت 3:30 به بعد آمد، یک سیلاب خیلی بی‌پیشینه، حتی که کسایی که سنشون از ما بالاتر از بزرگسال هستند، موی سفید هستند، اونا را از هر کدومش پرسان میکنند این رقم سیلی که دیده آمده هیچ وقت نامده بود. کماکان تیم‌های مددرسان و صحی به محل رسیدند برای نجات و مداوای گیرماندگان. مریضا آمدند که از اثر سیلاب تکلیف دیدند، مثال تروما دیدند، زخم شدند، یا بعضیاش فشار پیدا کرده، فشارشون پایین شده، بالا رفته، بعضیاش دپرشن پیدا کرده، مثال مشکلات دماغی و روانی، همون مریضا رو متداوی کردیم، ایصالات هم پیدا کردند. باشندگان محل میگویند دوشادوش نیروهای امنیتی محلی از شب گذشته تا کنون برای نجات گیرماندگان و اموالشان در دل این سیلاب ها تلاش دارند. یو نیم زر مخلوق همون که بغیت نخل کرد او دی سارک دی کلی دی شپی مخصان پر یلت لگه وغا مولایت انتخل کرد دی شپی پیوا بجا منگ روا وکتر و دلت خوخی تا تر دو سپر دی منگ پرسونال لگه دا خلق باسی. نیروهای مرات اسلامی دیروز دوش و دوش با ما از سر شو تا صبح قطع ما همکاری کرده مردم گیرمانده را کل شکشیدن به طرف تپه انتقال دادن. سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی خوشی ولایت لوگر خسارات مالی هنگفت را بر جا گذاشته. هرچند باشندهای محل میگن که کشته و زخمی ندارن، اما تمام دار و ندارشان از سیلاب در خود غرق کردن. کل دیگه نمی رقم است، نه کالا مانده نه چیزی مانده، یک خانه داشتن این دیوارا دیگه ختم چپه میشه. شبیه این خانه ده ها خانه ای که در این منطقه وجود داره سیل خسارات هنگفت برای خانواده بر جا گذاشته، همه دار و ندارشان غرق کرده و جز به گفته خودشان می لباسایی که بر تن دارن دیگه چیزی برشان نمانده. خانه رو کلی گیر همه گیر چیز برد سیلاب همه ده گفت کلی گیر برده که صرف ما مقه کردم که یک پدر و مادر رو نمیجی گیر ماندم دیگه و شکا تفلا خود کجه دیگه کلی گیر دیزیر آب شده بود. در این میان این بانو روایت تلخ و حکایت دردناک دارد. میگوید سیل دار و ندارش را نابود کرد و آینده را هم برایش دشوارتر از پیش ساخت. به گفته بانو نسیمه شوهرش را چندین سال پیش از دست داده و خود سرپرست کودکان قد و نیم قدش است. کل کالام از زندگی ما، پیسه نخت ما، آرد ما، روغن ما، برنج ما، کل زندگی ما برده، هیچ چیزم باشم نمانده. یا خودم مانده، خودم دستم تا بلاق ما زدم، دیگه همسایه ما گرفته دست مار کشیده از آم برده. هیچ چیز باش، کل دینام مالم که چیز ندارم. چند نفر هستیم ما؟ پنج شش نفر هستیم. شوم شهید شده. یکی از گریزه تر آمدام مانده. در دهنده تر از حکایت تلخ مادر، گریه های دخترش هست که هنوز کودک بیش نیست. این سیل وحشت بزرگ را در دلش نهفته و عالم از بغض را در گلویش. در 24 ساعت گذشته گفته میشه که در منطقه شرک و سارک اینجا هم سیل سرازیر شده، اما سرازیر شدن سیلابای سنگین بیشتر خسارات به ولسوالی خوشی ولایت لوگر وارد کرده که باشنده های محل میگن که به کمک های فوری نیاز دارند. زیاد زریز دیده ما، زیاد چیز دیده ما، خانه ها تخریب شده و دخترها شکار، ریزه، کتر، زن، مرد، کلی که دشت بیابان در اونجا شیشتن ما نه سرپناه داریم، نه جای شیشتن داریم، نه جای نون خوردن داریم، هیچ چیز نداریم. سرازیر شدن این سیلاب ها زیادتر جاده ها را تخریب کرده و روند کمک رسانی را مختل ساخته، اما باشنده این محل میگن که به خاطر گیرماندگان با کمک های فوری نیاز دارند. همیتو سیلاب از بالاتر فهمید به هجوم آورد. وقت که آورد از اول رود بود. بعد از رود فهمید فقط همیت ساحات که میبینید شما همیت ساحات را که میبینید کلش پاپاک همیت تخریب شده و به اندازه بود فهمید که حتی موترها هم
تیر شده نمیتونست و تاعت کلش مکمل تخریب کردند. مقام های محلی میگویند مکاتب و اداره های دولتی را به گونه موقت از بحر سرپناه برای این آسیب دیدگان در نظر گرفتند. به گفته آنان از سوی مقام های حکومت مرکزی هم برای آسیب دیدگان کمک های غذایی و غیر غذایی به محل رسیده است. د موشتات د خو خود شری همکاری نه شوی د مکسر خود مرکزی حکومت د خو تقریبا دوی د پاره منظم ترتیب مو برابر کړی دی. دین علاوه دلته بعضی مکتبونه د دموک یا بعضی ادارات د شدی هغه کوم کوټه ورته پرش کړی دی. په حال د پاره تاسو بلدلی وی دغه خلک ټول الته ور شول دی په ځای په ځای کړیم دی سو روان دی د الته ځای په ځای کیږي. از سوی جاری شدن سیلاب در شبانه روز گذشته در سطح کشور ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته و سبب مسدود شدن برخی از شاهراها و تخریب صدها جریب زمین زراعتی شده است. از ولسوالی سیدآباد دره تنگی میدان وردک نیز مخابره شده که خسارات هنگفت را باشندگان این ولسوالی متحمل شدند. دغه سید ننګرهار ولایت کې په دری ولسوالی کې هم چپلیار هم داسی بچکوټ او مرکز ساحو کې هم داسی مالی تلفات اوښته دي او جانی تلفات الحمدلله نه لري. د لغمان ولایت کې الینګار ولسوالی کې هم تقریبا د اویا کسانو په شاوخوا کې چې د درې څلور کورونو دی وه هغه بند پاته وه. کوشش مو دا وکړئ چې د شپې تر پاوکم دو بجو پورې هغه انسانان هم ټول وژغورل سول الحمدلله. اداره هواشناسی اما تخمین میزند که بیش از 20 ولایت در معرض خطر سرازیر شدن سیلاب های موسمی قرار دارند که میزان بارندگی در برخی از ولایت ها از 15 تا 40 میلی متر خواهد بود.